این مسعودی رفتنمون تلسم شده. الان بازم اومدیم و بازم تعطیل بود. تعطیل بود. خب ما بالاخره امروزمون شد امارات چه باغ نگارستان. بعد نزدیک میدون بهارستانه. این باغ در خارج از دارالخلافه تهران قرار داشته. الان خب از وسعتش کم شده. این باغ خیلی اهمیت زیادی داشته به خاطر اتفاقاتی که میفته، مثل قتل قائم مقام فراهانی که همین مجسمه‌ایه که میبینین و از چهره‌های سیاسی عهد فتحعلی‌شاه قاجار بوده. قائم مقام در طول زندگی سیاسیش فراز و نشیب زیاد داشته، اما در زمان صدارتش در دوره محمدشاه به خاطر سختگیری که به دولت انگلستان داشته براش توطئه میچینن و مردم و حکومت رو نسبت بهش بدبین میکنن، که در نهایت محمدشاه در سال دوم حکومتش دستور میده که قائم مقام رو در باغ نگارستان زندانی کنن و بعد از چند روز هم همونجا به قتل میرسن. این باغ موزه به این علت نگارستان نامیده شده که در یکی از اتاقهای عمارتش تعداد زیادی تابلوی نقاشی یا نگاره به نمایش در اومده بوده. این تابلوها به دست هنرمندای معروفی مثل میرزا جانی نقاش، میرزا بابا نقاش و عبدالله خان نقاش باشی کشیده شده بودن. این فکر کنم دستگاه چاپ ده. بیا کنار. این میدونی چیه؟ این دیوار قدیمیشه. آره، این قاب‌های این مدلی رو برای این میذارن که در واقع معلوم بشه قبل از بازسازی خود دیوار، قبل از مرمت خود دیوار چه شکلی بوده. حالا اینجا صورت یه قاب اینو نگردشن، ولی خیلی جا این قابر هم نمیذارن. تنها بنای قاجاری که از اون باغ نگارستان اون موقع باقی مونده حوضخانه است که الان به موزه هنرهای ملی تبدیل شده. البته اینجوری که من توی سرچ ها متوجه شدم، بنای این موزه الان در محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داره و بخش زیادی از زمین این باغ و این کاخ طی ادوار مختلف به سازمان های مختلفی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اختصاص پیدا کرده. راجعه سال تأسیسش بگیم 1222 تا 1228 اینجا شروع در ساختش بوده و یک مجموعه ییلاقی حکومتی میخواسته باشه بیرون حصارهای حکومتی که بعداً حالا حصارهای جدید ساخته میشه و این باغ هم میره داخل اون حصارها قرار میگیره. میگن که فتحعلی‌شاه قاجار به این باغ علاقه ویژه ای داشته و مدت زیادی از تابستون و داخل این باغ میگذرونده. به خاطر همین هم هی به ساخت اونا و تزیناتش اضافه میکرده. مثلا به دستور فتحعلی‌شاه گلخانه بزرگی در ضلع شمالی باغ میسازن که به نارنجستان معروف میشه. پس از گسترش حصارهای شهر و بنای کاخهای صاحب قرانیه و سلطنت آباد، این باغ در اختیار نهادهای حکومتی قرار میگیره و با گذشت زمان رو به ویرانی میره، تا اینکه در سال 1307 هجری شمسی وزارت معارف در این باغ سه بنای بزرگ میسازه
و برای این کار از معمار معروف روس نیکولای مارکوف کمک گرفته میشه. از آثار این معمار هم مدرسه دارالفنون، زندان قصر، سفارت ایتالیا و دبیرستان البرز خیلی معروف هستند. و جالبه که بدونین این معمار در آرامستان ارامنه دروازه دولاب به خاک سپرده شده که تو قسمت‌های بعد این آرامستان رو نشونتون میدم. کلیسایی هم که در این آرامستان قرار داره معمارش همین آقای مارکوفه. بعد سردر اصلیش تو قسمت جنوبی باغ قرار داشته که الان مثلا ساخته شده دیگه، یعنی فکر کنم وزارت ارشاد در واقع جزء این باغ بوده. بعد این باغ هم در طول زمان کاربردهای متفاوتی داشته، دانشسرا بوده، مدرسه بوده، بعضی وقتا هم اداره های دولتی هم توی همین باغ فعالیت میکرده. از سال 41 تا سال 70 هجری شمسی هم این باغ دانشکده علوم اجتماعی بوده که پس از انتقال این دانشکده قصد تخریب این باغ رو داشتن که با اعتراض مردم روبرو میشن و این بنا دو سال متروک میمونه تا اینکه در سال 74 دستور بازسازی این باغ رو میدن. خب دوستان، این هم ویدیوی باغ نگارستان بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برام تو قسمت کامنت ها بنویسین که شما دوست دارین کدوم یکی از بناهای تاریخی تهران رو ببینین. و ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. تا یه ویدیوی دیگه.